سرخط خبرها. جنگجویان داعش از پاکستان وارد افغانستان می شوند. رئیس اجرائیه: نیروهای داعش در پاکستان مستقر بودند و از آنجا بعد از عملیات در منطقه وزیرستان به افغانستان انتقال شدند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی غیر قانونی است. انورالحق حدی: ریاست اجرایی خارج از چوکات قانون اساسی بوده و نقش معاون اول ریاست جمهوری را فوق‌العاده ضعیف ساخته است. سال روان خونین ترین سال برای ترورستان بوده است. قدم شاه شهید: با حل خلاهای تکتیکی رهبران طالبان را هدف قرار خواهند داد. و ابوبکر بغدادی دستور حمله به ترکیه و عربستان را صادر کرده است. سلام و شب بر شما خوش. بیننده ما مهمترین رویدادهای خبری تا این ساعت از جهان هستید. من سمیرا رسا. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید جنگجویان گروه داعش از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. رئیس اجرایی امروز در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان با باقیجان ساگیان‌تویف نخست وزیر جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرده است. آقای عبدالله در این دیدار گفته است که نیروهای داعش در پاکستان مستقر بودند و از آنجا بعد از عملیات در منطقه وزیرستان به افغانستان انتقال کردند. او گفته است که حکومت افغانستان در چندین منطقه با گروه داعش درگیر است و این گروه تا به حال تلفات زیادی را متحمل شده است. همچنان رئیس اجرایی افزوده است که با مشکل گروه داعش باید منطقه‌ای و جهانی برخورد شود و برای مقابله با آن نیاز به افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و استخباراتی است. این در حالی است که اخیراً فعالیت‌های گروه داعش در کشور رو به افزایش است و پس از ننگرهار فعالیت‌های در برخی از ولایت‌ها از جمله مسئولیت تیرباران شدن 36 غیر نظامی در غور را به دوش گرفته است. در این دیدار نخست وزیر قزاقستان نیز از پیشنهاد رئیس اجرایی استقبال کرد و دو طرف توافق کردند که در زمینه تبادل معلومات و چگونگی مبارزه با افراط‌گرایی میان وزارت‌های امور دینی هر دو کشور بحث صورت گیرد. او این را نیز گفته است که قزاقستان خواهان تامین امنیت و ثبات در افغانستان است و آماده است درخواست‌های افغانستان در عرصه‌های مختلف را مورد مطالعه قرار داده و در تمام بخش‌ها همکاری همه جانبه نماید. جبهه نوین ملی افغانستان بر ریاست انورالحق احدی تاکید میکند تا زمانی که تناقض ساختاری در حکومت وحدت ملی از میان برداشته نشود، اختلاف درون حکومتی سران حکومت وحدت ملی پایان نخواهد یافت. به باور اعضای جبهه نوین افغانستان، حکومت وحدت ملی از بد و به وجود آمدنش تا اکنون با بحران مواجه است. آنان راه حل بحران کنونی را برگزاری پیشنگام انتخابات ریاست جمهوری می دانند. جزئیات بیشتر از رومال خارم. پیش از 2 سال می شود که حکومت وحدت ملی ایجاد شد. مبنای ایجاد این حکومت هم بحران شدن انتخابات ریاست جمهوری و کنار آمدن دو نامزد پیشتاز آن بود که به اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را ایجاد کردند. بر اساس تفاهم‌نامه سیاسی، قانون اساسی پس از 2 سال بعد تعدیل می‌شد و صلاحیت‌های ریاست اجرایی هم روشن می‌شد. اما در نخست اختلافات بالای تقسیم کرسی‌های حکومتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بلند شد و حالا پس از 2 سال اختلافات میان تیمی، صدای معاون اول و نماینده ویژه رئیس جمهور بلند شد و رئیس جمهور را متهم به انحصارگرایی کردند. حالا رئیس جبهه نوین افغانستان میگوید که تناقض ساختاری در حکومت وحدت ملی سبب با وجود آمدن اختلافات شده است و تا زمانی که این تناقض رفع نشود اختلافات ناحل شده میماند. ایجاد ریاست اجرائیه خارج از چوکات قانون اساسی نقش معاون اول را در ساختار حکومت فوق العاده ضعیف میسازد. علاوه بر این، چون صلاحیت های رئیس اجرائیه به شکل قانونی تعریف نشده، امکان بروز اختلافات بین مقام های ریاست جمهوری معاونت اول و ریاست معاونت اول ریاست جمهوری و ریاست اجرایه فوق العاده زیاد است. بناً حل اختلافات بین این مقام ها به سطح شخصی بدون رفع تناقضات ساختاری حکومت ضمانت روابط آرام را در آینده کرده نمی تواند. به باور اعضای جبهه نوین افغانستان، حکومت وحدت ملی از بعد و با وجود آمدنش تا اکنون با بحران مواجه است و راه حل بحران کنونی را برگزاری پیشنگام انتخابات ریاست جمهوری می دانند. سپه ایواد که د مشروعیت د بحران او د مؤثر حکومت جوړولو قانونی لاره نوی ریاست، نوی ریاستی انتخابات دی.
اوس هم موږ په دې عقیده یو چې تازه انتخابات کولای شي اوسنی بحران حل کړي. این در حالی است که بسیاری ها برای حل اختلاف های با وجود آمده میان سران حکومت وحدت ملی آستین بالا زدند و تلاش می کنند به هر نوع ممکن این اختلاف ها را حل کنند و باور آنان رای حل بقای نظام کنونی است و باور دارند که بدیل این حکومت در حال حاضر وجود ندارد. منابع محلی در قندوز از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در این ولایت خبر دادند. در حمله نیروهای آمریکایی مستقر در قندوز به موازی طالبان دو سرباز ارتش این کشور کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان این خبر را تایید کرده، گفته است این نیروها در حمله مشترک با نیروهای افغان به موازی طالبان در قندوز یورش بردند که با آغاز درگیری ها این تلفات به آمریکایی ها وارد شده است. همزمان با این مقام های محلی قندوز از کشته شدن قاری متقی، یکی از فرماندهان مشهور طالبان با سه فرزندش در حومه های شهر قندوز خبر داده، گفتند که این فرمانده طالبان شب گذشته در عملیات همراه با 14 تن دیگر از تروریستان کشته شدند. همزمان با این سال روان خونین ترین سال برای تروریستان بوده است. مسئولان در وزارت دفاع ملی میگویند تروریستان در سال روان بیشترین تلفات را در مقایسه با سالهای پیش داشتند و به هیچ یک از اهداف استراتژیکشان نرسیدند. به گفته مسئولان وزارت دفاع، برای رفع خلاهای موجود در عملیات ها تدابیر خاص در نظر گرفتند. گزارشی از الهه آریان. طالبان اوایل سال جاری عملیات عمریشان را به هدف تصرف نقاط مهم کشور براه انداختند. عملیات هایی که باعث شد نقاطی از کشور زیر اداره طالبان برود. اما حالا این مقام بلندپایه ارتش می گوید طالبان به هیچ یک از اهداف استراتژیکشان دست نیافتند و در چند ماه گذشته بیشترین تلفات را در مقایسه با سالهای پسین داشتند. هدف ازایی بود که یک جغرافیه وسیع را اشغال بکنند و همچنان شروعهای نامنیاد کویته و میرانشاه و پشاور را به داخل افغانستان برند. شما شاهد هستین که هنوز هم شروعهای کویته در کویته است، شروعهای میرانشاه در میرانشاه است و شروعهای پشاور در پشاور است. با گفته آقای شهیم، خلاهای تکتیکی در جریان عملیات‌های ارتش وجود داشته است، اما برای رفع این خلاها تدابیر جدی گرفته شده است. ما باز در فصل زمستان یک فرصت است که به خاطر ارتقای قابلیت ها و ظرفیت های قطعات و جستام ها، تعلیم و تربیه و همچنان به خاطر پیشبرد عملیات های تصفیوی و عملیات های مختل کننده و اهداف اساسی را بالای رهبری توریستا متمرکز خواهیم ساخت. آقای شهیم همچنان بر موجودیت لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان اشاره می‌کند و می‌گوید دشمنان افغانستان مثلث شیطانی را جهت ناامن‌سازی کشور تشکیل دادند. جنگ افغانستان از یک جنگ اعلان نشده به جنگ اعلان شده تبدیل شده. شما جانب می‌فهمید کسی که در پشاور و در کویته و در میرانشاه زندگی می‌کنه و معلوم است که دیگر از جانب حامی‌های توریست، از جانب علاقات استخباراتی و از جانب دشمنای مردم افغانستان و از جانب قاچاقبرای مواد مخدر که اینا در یک مثلث شوم و شیطانی علی مردم افغانستان استاد شده. اما این نبردها بهای سنگینی را نیز به همراه داشته است. قربانی هایی که نیروهای امنیتی دادند. با این حال وزارت دفاع ملی منار شهیدان را برای یادبود از این قربانیان در مقر این وزارت تأسیس کرده است. با فراغت دانشجویان از دانشگاه‌ها و نبود زمینه کار برای آنان، سالانه به آمار بیکاران در کشور افزوده می‌شود. اعضای مجلس نمایندگان حکومت وحدت ملی را در عملی کردن وعده‌هایش برای ایجاد زمینه کار به شهروندان ناکام می‌خواند. گزارش از طیب بصیر. دانشجویانی که بیشتر آنان پس از دریافت مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بر دره که برای دریافت کار میکوبند جواب رد میگیرند. ناامید قشر تحصیل کرده از یافتن کار گاه شمار آنان را وامی دارد که به صف خلافکاران بپیوندند. در ابعاد مختلف زندگی و در حوزه‌های متعدد سیاست‌هایی را که از طرف حکومت اعلام شد ناکامی‌های زیادی داشته. در این بخش
سیاست حکومت آشکارا میخواهیم یاداوری بکنم مسئولانه صفر است با کمال تاسف. یکی از چالش‌های دیگر نهادینه نشدن نظام آگاهی و دانایی در کشور است، آنچه به باور برخی از نمایندگان مجلس سبب تبعیض قومی و بی‌ثباتی سیاسی شده است. چرا بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان هر روز در حال گسترش است؟ چرا اعتماد ملی در حال فرو ریختن است؟ چون علم و دانش یا به عبارت محفوظات ذهنی تبدیل به نظام دانایی و آگاهی نشده است. با این حال چشم فارغان از دانشگاه ها به حکومت دوخته شده است که برای آنان کار دست و پا کند. و آقای ملت شهید پرور و غیور افغانستان تبریک و تهنیه دارم. این مسئله که فیلن فارغ هستند و این مسئله که فارغ شدن مایا بسازند. پروسه کار دولت باید برای جوانان فارغ شده تحصیل کرده افغانستان مساعد بسازند که اونا بتانند در آینده ها به پیشرفت تحصیلی خود ادامه بتن. طرح تعدیل یکی از ماده های قانون خدمات ملکی را آماده ساختیم و او این است که برای تمام کسانی که تازه فارغ میشن حکومت مکلف از کورس های کوتاه مدت 2 تا 6 ماه آماده بسازه و این کورسی که در قسمت مدیریت و اداره است معادل 1 سال تجربه حساب شود و کسانی که فارغ دانشگاه و پوهنتون هستند واجد شرایط از این باشند که در بستهای 4 بدون از اینکه در جای کار کنند کاندید کنند و قسمت به رقابت بپردازند. فقر و تنگدستی در کشور مانع تحصیل بیشتر جوانان شده است. این در حال است که در بخش‌های ولایت‌های نوامن گروه طالبان نیز هر از گاه دانش آموزان را از رفتن به مکتب و فراگیری آموزش باز می‌دارند. باشندگان هرات از نو امنی‌ها در این ولایت به سطوح آمدند. دهاتن از اقشار مختلف هرات در گرد همایی گفتند که گروه‌های مافیایی تازه‌ای در این ولایت سربازگیری کرده و با ترور، آدم‌ربایی و سرقت‌های مسلحانه باشندگان هرات را نگران ساختند. اما مسئولان امنیتی امنیت این ولایت را قابل نگرانی ندانسته و تاکید دارند که نیروهای امنیتی اخیراً با دستاوردهای زیادی دست یافتند. همکارم اسماعیل آزاد این گزارش را از هرات فرستاده است. فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی، بازرگانان و دهاتن از باشنده های هرات اینجا زیر این سقف گرد آمدند تا نگرانیشان را از بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایت و مسئولان آن مطرح کنند. فعالان مدنی تأکید دارند که ترور، آدم ربایی و سرقت‌های مسلحانه در این ولایت نسبت به گذشته به مراتب اوج گرفته است. به خاطر دادخواهی و حق طلبی مردم هرات و تأثیر از ناامنی ها و اختطاف ها و تروری ها و دزدی های مسلحانه که در شهر هرات در اواخر صورت گرفته و باعث تشویش و نگرانی جامعه و مردم شده و همچنان یک تعداد از خانواده‌ای که اونا اولادا از اینا فعلا به دست به گیروگیری اختطاف برای به خاطر از اینکه بتانیم ما نیروهای امنیتی خواستیم مسئولین از اینا تا همچنان نیروهای اداری ولایت تا بیان به مقابل مردم و به مقابل خواسته از اینا پاسخ ارائه بکنند. در این گرد همایی باشنده های هرات گفتند افراد سارق و آدم ربا در مرکز شهر در روز روشن و حتی در نزدیک پوسته های امنیتی به خود جرأت میدهند تا اموال مردم را سرقت کرده و یا هم دست به آدم ربایی بزنند. معترضان تأکید دارند که اگر مسئولان امنیتی بیشتر تلاش نمایند می توانند ناامنی ها در این ولایت را مهار کنند. ارقامی که ما داریم می‌بینیم یک طفل از خانواده تجار و سرمایه‌گذار هرات فعلا در قید اختطاف قرار است. از صنف میوه فروش‌های هرات فعلا یک نفر در قید اختطاف قرار است و شما چند روز پیش شاهد بودیم که در مرکز شهر هرات سرقت مسلحانه صورت گرفت. اعضای شورای ولایتی هرات تاکید میکنند که در این ناامنی ها دست های کلان دخیل است و نیروهای امنیتی باید برای مهار آن تلاش بیشتر به خرج دهند. کلان های بسیار بزرگ کار افراد کوچک نیست. معمولا فلیت هایی که سرقت های بزرگی که میشه، اختطاف های بزرگی که میشه که اونها تمام رده ها رو گم میکنن، اینا کار افراد کوچک نیست. قمندانی امنیه در طول طی 2 ماه گذشته شما شاهد بودین بانهای بسیار زیادی، تعداد افراد زیادی دستگیر کردن. از سوی هم مسئولان پلیس در هرات وضعیت امنیتی این ولایت را قابل نگرانی نمی دانند و باور دارند که نیروهای امنیتی طی روزهای اخیر دستاوردهای زیادی داشته و وضعیت موجود در هرات قابل نگرانی نیست. ولایت هرات در ما نگران کننده نیست. نیروهای امنیتی شما توانایی کامل دارند. هر جایی که دشمن قد علم بکنه و همت نیروهای امنیتی و حمایت و پشتیبانی مردم پای از اینا رو میشکنیم و به هیچ افراد مخرب اجازه نخواهیم داد تا شهر ما رو ناامن. نگرانی ها از آدم ربایی و سرقت های مسلحانه در حال مطرح می شود که هفته گذشته
افراد مسلح در مرکز شهر با حمله به دو زرگری تمامی طلاهای موجود در آن را به سرقت بردند و یک نفر را نیز به قتل رساندند. مقام ها در وزارت مهاجران میگویند که بیش از 90 هزار خانواده در کشور بیجا شدند که تنها 4 هزار خانواده بیجا شده در بلخ ثبت شده است. وقتی مقام های این بیجا شدگان از ولایات هلمند، کندوز، فاریاب و ننگرهار هستند که از اثر ناامنی ها بیجا شدند. رئیس عمومی بیجا شدگان وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان میگوید امسال در اثر ناامنی ها و جنگ های داخلی بیش از 90 هزار خانواده در سراسر افغانستان خانه هایشان را ترک کرده اند. روند بیجا شدگی رو به افزایش بوده. فعلا آمار ارقام نشان میده که در طی همین سال که پیش روی ما 90 هزار خانواده را بیجا شده داشتیم. خب با جمع بیجا شده های سالهای گذشته آمار ارقام را که با نهادهای بین المللی یک جا داشتیم حدود یک میلیون تن البته فامیل نه، یک میلیون تن نشان میده که این رقم بیجا شده در داخل افغانستان زندگی میکنه. در همین حال عبدالصبور قادری رئیس مهاجران و عودت کنندگان ولایت بلخ میگوید تنها در ولایت بلخ بیش از 4000 خانواده بیجا شده ثبت شده است. او افزود که به تازگی 300 خانواده از ولایت فاریاب و 200 خانواده نیز از ولایت سرپل به بلخ بیجا شدند. و هنوز هم بیشتر از 4000 فامیل ما بیجا شده ناامنی داریم که اکثر از اینا شاید به شکل دوامدار در ولایت بلخ باشه و در این اواخر ما از بیجا شده در حدود 300 فامیل بیشتر از ولایت فاریاب بیجا شدن و همچنان از 200 فامیل بیشتر از ولایت سرپل اینا بیجا شدن که تیمای سروی یا اسسمنت ما به ساحه رفتن در جریان شناسایی از اینا هستن و مشکلاتی که بیجا شده در قدم اول می داشته باشند اینا نیاز به کمک های اضطراری دارند. در همین حال شماری از خانواده های بیجا شده کمک های انجام شده را بسندن نمی دانند و خواهان کمک های بیشتر هستند. بیمار سمستان شده، اولادم خورد هستند، بیادر زادگه کم 5 ساله خورد است که این 5 تا اولاد ما زن بیادر من میشتیم یک کارخانه یکی آیس یا اوسو این از این وقت که آمدیم ایچ برای ما ایچ کدام نه کمک نشده ایچ نکدام کمک هست ندیگه اما که از ما مخواه میخواییم که از اولاد ما خواهی کمک کنه که روزگار زندگی خدا پیش ببره. مسئولان ریاست مهاجران بلخ در حالی از همکاری بیشتر به بیجا شدگان داخلی خبر می‌دهند که هنوز هم برخی از خانواده‌ها به دلیل ادامه ناامنی‌ها خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. موجی از طوفان و گرد و غبار شمال افغانستان را در بر گرفته است. طوفان شدید آسمان چندین ولایت شمالی کشور را فرا گرفته است. ولایت‌های قندوز، سمنگان، بلخ و هرات ظهر امروز شاهد طوفان شدید گرد و خاک بوده است. باشندگان این ولایات تصاویر را از فضای این ولایات به شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که نشان از طوفان شدید در این ولایات را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که تاکنون مسئولین اداره هواشناسی کشور در مورد چگونگی این طوفان ابراز نظری نکردند. دور از احتمال نیست که این طوفان ولایت‌های مرکزی کشور و کابل را نیز فرا بگیرد. شدت طوفان به قدری قوی بوده است که برخی بعضی از مناطق قطع و باعث بسته شدن دکان‌ها و مراکز تجاری شده است. تا لحظات بعد رویدادهای خارج از کشور. و حالا همچنان رویداد از جهان. ابوبکر بغدادی رهبر گروه تروریستی داعشی از جنگجویان این گروه خواسته است که تا به ترکیه و عربستان حمله کنند. ابوبکر بغدادی همچنان به تروریستان داعشی دستور داده است که تا در مقابل عملیات ارتش عراق در موصل مقاومت کنند. ابوبکر بغدادی در یک نوار صوتی 32 دقیقه‌ای به جنگجویان داعش روحیه داده و گفته است که پیروزی در موصل از آن این گروه است. بغدادی در این نوار صوتی که تحت عنوان این وعده خدا و رسول خداست توسط وبسایت فرقان وابسته به گروه داعش منتشر شده گفته که نفرهای تحت امر او از قوای دشمن نیرومندتر هستند و از آنان خواسته است به جهاد ادامه دهند و صحنه نبرد را ترک نکنند.
نوار جدید سخنرانی ابوبکر بغدادی نخستین نوار سخنرانی منتشر شده او از دسامبر سال 2015 تا کنون است. در نوار قبلی او به پیروان خود اطمینان داده بود که عملیات هوایی آمریکا و روسیه علیه مواضع آنان موفقیت در پی نخواهد داشت. به نظر می رسد که هدف از انتشار عمومی نوار جدید تقویت روحیه شبه نظامیان داعش و تشویق آنان به مقاومت در برابر حملات سنگین نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی در موصل باشد. رهبر داعش در این نوار صوتی از حامیانش خواسته که تا آخر به مقابله در شهر موصل ادامه دهند. عفو بین الملل پلیس ایتالیا را به بدرفتاری با مهاجران متهم کرد. سازمان عفو بین الملل پلیس ایتالیا را متهم کرده که برای وادار کردن مهاجران به ثبت نشان انگشت دست به لتکو با آنها زده و آنها را شوک برقی دادند. این سازمان گفته است که این رفتار احتمالاً میتواند شکنجه به شمار رود. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش گفته است فشار اتحادیه اروپا بر ایتالیا برای سختگیری بر آوارگان و مهاجران منجر به اخراج‌های غیرقانونی و بدرفتاری شده است که برخی موارد آن شکنجه شمرده خواهد شد. ماتیو دی بلیز پژوهشگر بخش ایتالیایی سازمان عفو بین الملل گفت رهبران اتحادیه اروپا به هدف کاهش ادامه سفر آوارگان و مهاجران و دیگر کشورهای عضو مقام‌های ایتالیا را به سرحد فراتر از سرحد آنچه قانونی است کشاندند. حالا هم رویدادهای اقتصادی. کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی 9 قرارداد به ارزش 7.5 میلیارد افغانی را مورد تصویب قرار داد. قراردادهای تصویب شده شامل قیریزی جاده بهارک اشکاشم ولایت بدخشان به طول 108 کیلومتر اعمار و توسعه خط رنوی میدان هوایی کندوز، تدارک چوب تحکیماتی تصدی زغالسنگ شمال، تدارک پرینترهای چاپ پاسپورت مربوط وزارت امور خارجه، ساخت دیوار حاتوی گمرک بلخ و قیریزی 22 کیلومتر جاده حیرتان ولسوالی کردار ولایت بلخ می باشند. قابل ذکر است که پروژه قیریزی جاده حیرتان کلدار به گونه مشروط مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است. در این جلسه همچنین قرارداد حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خاطر بررسی ظرفیت شرکت اعاده گردید. از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت فایدامه را مبنی بر فسخ پروسه تدارکات سرک قیصرالامان از روش منبع واحد و آغاز پروسه مجدد آن از روش داوطلبی باز را منظور کرد. در پایان هم وضعیت هوا. ممنونم که تا اینجا ما را همراهی کردید. مهمترین رویدادهای خبری همین قریب بود که تقدیم شد. بقیه وقت خوش. خدا نگهدار.